شورای امنیت سازمان ملل در نشست برای رسیدگی به ناامنی غذایی از بهر درگیری‌های مسلحانه خواهان اتحاد کشورها برای رسیدگی به ناامنی غذایی در افغانستان شده است. نمایندگان شمار از کشورها از جمله بریتانیا، روسیه، هند و پاکستان اوضاع بشری و گسترش ناامنی غذایی در افغانستان را نگران کننده خواندند. نماینده روسیه در سازمان ملل حضور 20 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان را عامل اصلی فقر در این کشور خوانده است. از سوی دیگر هم نمایندگان بریتانیا در سازمان ملل گفته که زنان در افغانستان برای مبارزه با گرسنگی مجبور به فروش فرزندانشان می شوند. هدایت میرزاده با جزئیات بیشتر. نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از گسترش ناامنی غذایی در افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل در نشست برای رسیدگی به ناامنی غذایی از بر درگیری‌های مسلحانه خواهان اتحاد کشورها برای رسیدگی به ناامنی غذایی شده است. در این نشست نمایندگان کشورهای بریتانیا، سوئیس، روسیه، هندوستان و پاکستان از گسترش ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. از این میان نماینده روسیه در سازمان ملل آمریکا و متحدانش را عامل فقر در افغانستان عنوان کرده است. با عنوان مثال افغانستان 20 سال است در تلاش است تا از گرداب گرسنگی و فقر خارج شود، زیرا آزمایش های ایالات متحده و متحدانش این کشور را در فقر نگه داشته است. 44 سال جنگ ها و ناامنی ها سبب ازی شد که تماما زیر ساخت ها و زیر بناهای اقتصادی افغانستان از بین بره و افغانستان مطلقا متکی به کمک های جامعه جهانی شود که متاسفانه تا امروز هم افغانستان از وابستگی های بیرونی نجات پیدا نکرده. من فکر میکنم دنیا اگر افغانستان در حرکت دادن پروژه اقتصادی، توسعه‌ای و انکشافی کمک بکند، به زودترین فرصت افغانستان میتونه روی پای خودش ایستاد شود. در ادامه این نشست نماینده بریتانیا اشدار داده که زنان افغانستان برای مبارزه با فقر با دو انتخاب، گرسنگی و فروش فرزندانشان روبرو هستند. یک، تعداد زنان در افغانستان با انتخاب بین فروش فرزندانشان یا تحمل گرسنگی روبرو هستند. بحران جهانی غذا بی‌سابقه است. این پدیده همچنان در سومالی، سودان، سودان جنوبی، ساحل، افغانستان، یمن و سوریه بدتر می شود. با این حال نماینده پاکستان در سازمان ملل از ادامه همکاری اسلام آباد با کابل خبر می دهد. همزمان با این نماینده هند در سازمان ملل از کمک 50,000 تن گندم کشورش به افغانستان خبر داده است. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، سازمان‌های جهانی پیوسته از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده اند. موردی که امارت اسلامی میگوید این بحران‌ها را پشت سر گذاشته و افغانستان به سوی خودکفایی اقتصادی روان است.